عرض سلام و ادب دارم خدمت همه عزیزانی که احیانا در لایو حضور دارن، همطور که قبلا از طریق انجمن علمی تاریخ دانشگاه شیراز اعلام شد، ما این هفته راجع به عصر ابوالحسن سبا صحبت میکنیم، عصری که به اعتقاد من منشأ تحولات بسیار عظیمی در فضای موسیقی کشور شده. من اعتقادم این است که واقعا بسیاری از آنچه که هست یا اون بخش هایی که ما در حوزه موسیقی یه واژه‌ای براش به کار میبریم که حالا اسمش مثلا اصالت هست، حالا هر چیز دیگری که میخوایم به اصطلاح جایگزین کنیم، در این عصر رخ داده. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان و ادامه کلام رو البته تصور من بر این است که باز استیلای وزیری خیلی در عصر سبا هم قابل لمسه و من اتفاقا یکی از کارهایی که اینجا انجام خواهم داد دقیقا توصیف و تحلیل تأثیر علی نقی وزیری بر روی سباست. یادم هست که یک مقاله ای رو در سالها پیش در چند جایی چاپ شده اصلا این مقاله و الان آخرین جایی که چاپ شده یک کتابی هست تحت عنوان اسطوره سبا و در به اصطلاح این کتاب رو که به اهتمام آقای علی دهباشی به اصطلاح جمع‌آوری شده مجموعه از مقالات هست، مقاله منم اونجا هست البته، و من یکی دو جمله کلیدی در اون دارم که این جملات قطع یقین خیلی حرفا رو میتونن بیان بکنن در تحلیل تاریخ موسیقی ما. اما نکته ای که در اینجا وجود داره اینه که ما اول یه بررسی بکنیم ببینیم که سبا خودش در چه فضایی اصلا رشد کرده و چرا اینقدر روش تاکید میکنیم، چرا روش تاکید میکنیم و بعد چه اتفاقات دیگری بعد از سبا میفته توی جامعه موسیقی ما و در رفتارشناسی موسیقیدانان و اون چیزی که ما به عنوان جریان در موسیقی، حالا اگه میخوایم به عنوان جریان ازش یاد بکنیم، چه اتفاقی توی فضای موسیقی کشور افتاده که یک کمی ارجاعات کم میشن، چرا اینطوری هست. این حالا البته باید تحلیل های جامعه شناسی هنر روش بشه در موردش تا بشه یه مقداری در این زمینه صحبت کرد. ولی سبا در یک خانواده ای اول از همه بزرگ شده که تمامی اون خانواده اهل هنرن، به قول مرحوم مهندس همایون خرم که در یکی از سالها فکر کنم سال 1371 که من ایشون رو دعوت کردم در بزرگ داشته استاد سبا یه اشاره کردن، گفتن که خب پدر سبا مرحوم کمال سلطنه که از رجال دوره قاجار هم بوده ستار میزده و سبا که اون موقع خیلی کم سن و سال بوده باهاش ضرب میزده و مبانی ریتم رو از پدرش یاد گرفته و در خانواده‌ای بوده که همه اهل شعر و موسیقی و فرهنگ و هنر بودن، یعنی خواستگاه سبا به شکل موروثی خودش یه همچین جایی بوده. بنابراین اون اشاره که وزیری یه موقعی در یکی از صحبت‌های خودش میکنه در مورد انسان‌ها و افراد ژنی در مورد استاد سبا صدق میکنه، سبا یه فرد ژنیه، کاملا ژنی هست، موسیقی رو اینطوری متوجه می شده، اینطوری درک می کرده. به خاطر همین است که وقتی که یه همچی آدمی تحت تأثیر آموزش های برتر زمان خودش قرار می گیره تا این حد می تونه نافذ بشه. و البته صحبت در مورد استاد سبا یکی و دوتا نیست، یعنی بخشی از صحبت ما در حوزه آموزش و تربیت شاگردان است که سبا تربیت کرده، بخش دیگرش در مورد نوازندگی او هست، در بخش دیگر مربوط به
ایجاد مکتب هست و پژوهش هایی که سبا به عنوان پژوهش های عملی انجام داده، اینها جز مواردی هستن که ما حتما اینها رو باید به اصطلاح مورد بررسی قرار بدیم و حتی میتونیم مقایسه بکنیم اینطور سبا رو با وزیری، اگرچه که وزیری به هر حال از نظر سنی متقدم بر سباست و این سبب میشه که ما یه مقداری در مورد حالا خواستگاه به اصطلاح خانوادگی و پرورشی سبا وقتی صحبت میکنیم بعد نگاه بکنیم ببینیم که سبا در چه سنی خب بالاخره آموزش دیده، آموزشاش چطور بوده. فرامرز پایبر در مقدمه ویرایش ردیف سبا در سنتور می‌نویسه که سبا 12 سال شاگرد میز عبدالله بوده، یعنی به اصطلاح بعد در ادامه میگه که پس آموزشی که سبا در مکتب میز عبدالله دیده آموزش کاملی بوده و تمام ردیف رو در طی 12 سال یاد گرفته و کار کرده. خب این یک بخشی از به اصطلاح تحصیلات سباست. بعد سبا پیش درویش خان هم میرفته، نزد درویش خان هم کار کرده، تار و ستار کار کرده و بعد از اون میبینیم که سبا در ادامه خب استاد کمانچش حسین خان اسماعیل زاده است، در سنتور هم شهری اکبر شاهی کار کرده، زرب رو پیش حاج خان عین الدوله و غیر و ذالک. و البته تا اینجا اون چی که در مورد سبا مطرحه آموزش هاش هست و آثارش نشون میده، آثارش نشون میده که آموزش هایی رو که از همین آقایون، این استادانی که اسم بردم دیده، آموزش های کاملی بوده، یعنی هر چی که بهش درس دادن رو یاد گرفته. این خودش خیلی مهمه. من به عنوان معلم عرض میکنم اینجا این نکته رو. خیلی ها ممکنه که در دانشگاه، مدرسه، در هنرستان و نظر اینها، حالا چه در هنر و چه در هر رشته دیگری، اصلا وقتی یه درس رو پاس میکنن اصلا معنیش این نیست که همه اون درس رو واقعا فهمیدن. و البته خب ما یک چیزی هم داریم در آموزش و اونم سنجش و اندازه‌گیری. اصلا سنجش و اندازه‌گیری در علوم تربیتی یه درسه، یه درس دو واحدی هست که به دانشجویان لیسانس میدن که اصلا چطوری یک مخاطب آموزشی مورد سنجش قرار میگیره. ببینید مخاطب آموزشی در آموزش قدیمی موسیقی، در همون آموزش فرهنگ شفاهی حتما مورد سنجش قرار می گرفته. البته اونچه که از آموزش های قدیم برمیاد این است که برخلاف امروز که مثلا شاگرد مثلا ممکنه دو تا غلط هم داشته باشه درس جدیدی بهش بدن، اون موقع اینطوری نبوده. مثلا در آموزش هایی که بر اساس فرهنگ شفاهی و سینه به سینه است، یعنی تو فرهنگ شفاهی اگه شما یه دونه مضراب راست و چپی رو غلط بزنید خب اصلا مطلب غلطه. خب امروز مخاطبان آموزشی اونقدر حوصله ندارن، این تعارف نداره، حوصله ندارن، معلم هم ممکنه حوصله نداشته باشه، در نتیجه تحریف مطلب در بیان خیلی زیاد اتفاق میفته. نگاه نکنید که نوت هست، بله نوت درسته که هست و اشاره هم کردیم که آموزش موسیقی ایرانی خب بالاخره به خط نوت بین المللی تبدیل شد، اما نکته ای که وجود داره این است که مخاطبین چقدر این آموزش رو جدی میگیرن. در گذشته همون نسل سبا که نزد استادانی که ذکر کردم میرفتن، خب به هر حال با همون امکانات موجود به اصطلاح یاد می گرفتن. و خب البته بخشی دیگر از سنجش افراد هم در پس از اتمام تحصیلات، یعنی پس از فارغ التحصیلی رخ می داده، این که در جامعه چقدر کارکرد دارن. ببینید خیلی نکته مهمیه این موضوع که کارکرد افراد پس از فراغت از تحصیل تا چه اندازه در جامعه نافذه.
این هم باز فقط اختصاص به موسیقی نداره، در همه رشته ها قابل تعمیم هست که فردی که به هر حال تحصیلاتی میکنه در حوزه موسیقی تا چه حد میتونه بر جامعه اطراف خودش و جامعه تخصصی مخاطب خودش تا چه حد میتونه تأثیر بگذاره، مخصوصا با اون فیلترهایی که حتی در جوامع قدیم هم بوده، همه که اهلیت موسیقی نداشتن، همه که موسیقی متوجه نمی‌شدن، یه عده خاصی علاقمند بودن، نزد استادان می‌رفتن و نزد اینها، ولی به هر حال یه افرادی هستن که تو جامعه تأثیرشون خیلی نمود داره، یعنی به قول فرنگی‌ها اکسپوز شده، دیده میشه. حالا مثلا ممکنه خیلی ها متوجه نمیشدن که وزیری چی کار میکنه و به نظر من خواص فقط میفهمیدن وزیری داره چی کار میکنه، اما در مورد سبا، چون به هر حال ساز سبا مخصوصا از سال 1119 که رادیو ایران تأسیس میشه، هم وزیری دعوت میشه هم خود سبا دعوت میشه، مردم میشنون. خیلی ها در ایران ساز استاد سبا رو شنیدن و اصلا به ویولون علاقمند شدن. شما فکر نکنید که ما داریم فقط راجع به جغرافیای تهران قدیم صحبت میکنیم، در همه شهرستانهای ایران بعد از اینکه ایستگاه‌های رادیویی پایه‌گذاری شدن و این سازا رو شنیدن، یا احیاناً بعضی‌ها که احیاناً مثلا امکان مالی داشتن و تمکن اقتصادی داشتن، میتونستن صفه داشته باشن و نظر اینها، میبینیم که به اصطلاح اونها هم به اصطلاح از ساز و استاد سبا استفاده کردن. بنابراین سبا در ارائه هنر خودش، تفکر هنری خودش در جامعه به وسیله رادیو اون زمان که حالا تازه تأسیس هم بوده، خیلی ایفای نقش کرده. بنابراین بیش از شاید خیلی از استادان هم عصر خودش و حتی قبل از خودش تأثیر گذاشته. به خاطر همین است که حتی در بین عامه مردم هم اسم سبا بیش از درویش خان هست، بیش از میز عبدالله هست، سبا بیشتر شناخته شده. و دلیلش هم همین هست که اولا اینکه سبا نوازنده خیلی خوبی بوده، در اصل خودش بهترین بوده و اون آموزش هایی رو که دیده، اگر به شکل بررسی آموزشی ما بخوایم روی سبا در حقیقت فوکوس کنیم و ببینیم که سبا چطور در حقیقت سنجش شده، میبینیم که خب در آموزش های شفاهی بالاخره وقتی از مکتب یه استادی در آمده، یعنی تاییدش کردن، اما بعد از اون کارکردش در جامعه و سازش نشون میده که چقدر خوب فهمیده، چقدر خوب فهمیده و درک کرده، چقدر زیبایی شناسی موسیقی ایرانی رو درک کرده، حتی به اعتقاد من بیش از خیلی از نوازندگانی بوده که هم عصر خودش بودن و یا حتی پیش از خودش بودن، و اگرچه که اونها هم استادان بسیار برجسته بودن و آثاری که از اونها احیانا ضبط شده نشون دهنده مهارت اونها در نوازندگی و فهمشون در موسیقی است، و حتی من میخوام روی این جمله واقعا تاکید کنم که نوازندگی افراد نشون دهنده فهمشون هست تا حد بسیار زیادی که چقدر موسیقی رو اصولا میفهمن و مطلبی که دارن میزنن میفهمن، در مورد سبا این مسئله فولاده، اگر واژه اغراق‌آمیز به کار نبریم باید بگیم که خیلی زیاده، خیلی زیاده. و هر حال نواخته های او هنوزم وجود دارن و اگر کسی واقعا در بحث محتوا بخواد دقت بکنه، متوجه خواهد شد که سبا سازش بسیار عمیق هست، خیلی عمیقه، و با وجودی که جامعه ایرانی همه ادوکیتد نبودن در موسیقی، باز با این اوصاف تأثیر گذاشته و این تأثیرش یه بخشش مربوط به اون چیزیست که از ردیف موسیقی درک کرده. ببینید من راجع به ساختهاش الان صحبت نمی کنم، من دارم راجع به اون چی که در ردیف زده، و اون چی که در ردیف زده دقیقاً اون چیزهاییست که بهش درس داده شده و البته با ذوق خودش نوازندگی کرده و در اختیار علاقمندان قرار داده، و این بخش فوق‌العاده بخش مهمی هست. بنابراین نوازندگی سبا پس از اتمام تحصیلاتش نزد استادانی که اسم بردیم
خودش یکی از مهمترین سنجش ها و اندازه‌گیری کار استاد سباست که به بهترین شکلش نشون داده که فارغ التحصیل بسیار بسیار قابلی بوده و خیلی خوب میفهمیده موسیقی رو، پنجه بسیار خوبی داشته. کما اینکه وزیری در مرگ سبا هم همین جمله رو میگه، میگه که سبا، مرحوم سبا یکی از بهترین شاگردان من بود و پنجه لطیفی داشت. این جمله ای است که وزیری در مورد سبا گفته، یا حتی هم کلاسی های خودش مثل خالقی گفتن، اصلا لطافت پنجه سبا رو ستایش کردن. یعنی گفتن وقتی مثال زدن به عنوان مثل یک ضرب المثل مثال زدن، گفتن با لطافتی که فقط در حد پنجه سباست. ببینید، یعنی سبا در زمان خودش در بین هم کلاسی ها و هم قطاران خودش در حقیقت به شیرین پنجه‌ای مشهور بوده و این خیلی نکته بسیار مهمی است. به قول مرحوم استاد تجویدی که وقتی در همین سالهای اخیر، شاید مثلا 20 سال اخیر دی آمدن، گفتن که نمیدونم مو شیرین نوازی و غیر ازالک، آقای تجویدی میگفتن که یعنی باید تلخ نوازی بشه تا موسیقی موسیقی باشه. خب موسیقی باید زیبا باشه دیگه، درسته. و استاد سبا در زمان خودش یکی از بهترین نوازندگان در این حیطه بوده، برای همین بوده که سازش، حالا خواص که هیچی به دل عوام هم می نشسته. به خاطر همین هست که در زمانی که او به هر حال به نوازندگی اشتغال داره، جمعیت بسیار زیادی به نوازندگی ویولون که ساز تخصصی استاد سبا بوده روی میارن. این مصاحبه خود سباست، حتما شاید بسیاری از خانم آقایونی که در لایف هستن شاید اینو شنیده باشه. این مصاحبه مال فکر کنم سال 1335 است که در رادیو ایران اتفاق افتاده. سبا میگه که من از اولین فروش دوره اول ویولون که منتشر کردم متوجه شدم که 3000 نفر مستقیما یا غیر مستقیم شاگرد منن. کی واقعا در موسیقی ما اینقدر شاگرد داشته؟ در حتی میتازه میگه در دوره اول فروش این کتاب از اون سالها داره همینجور فروش میره تا الان که من دارم با شما صحبت میکنم. به هر حال اینا همه تأییدی هست بر استفهام بسیار عمیق آموزشی که سبا دیده، و این مقدمه رو فقط من برای این عرض کردم که اتفاقا تو مقاله هم که اختصاصا در مورد استاد سبا و تأثیرش بر مکتب سنتور ایران نوشتم، که هم در مجله هنر موسیقی چاپ شد و هم در یک مجله فرهنگی دیگری، حالا من الان زوزه ندارم، و در کتاب اسطوره سبا، اونجا من این نکته رو اشاره کردم که در حقیقت سبا یک فارغ التحصیل قدیمه موسیقی ما هست که به خوبی آموزش های خودش رو فرا گرفته. بنابراین اینکه خالقی در جلد دوم سرگذشت موسیقی ذکر میکنه، میگه که وقتی ما دیدیم که سبا آمد در کلاس وزیری ثبت نام کرد، فهمیدیم که وزیری چیزی داره که استادای قبلی سبا نداشتن. این تمام این جملات گفتم که به این جمله برسم. بنابراین من اعتقادم شخصا اینه که برخورد سبا با علی نقی وزیری یک رخداده، همونطور که ظهور علی نقی وزیری یک رخداد در موسیقی ایرانی بود و ما 3 جلسه راجبش صحبت کردیم، برخورد این دو نفر هم یک رخداد در موسیقی ما بود. خب خیلی ها اعتقاد دارن که همه تفکر آقای وزیری در جامعه موسیقی کشور، جامعه فرهنگ کشور جاری نیست. شکی هم در این موضوع نیست و ما هم نمیخوایم اصرار بکنیم روی این مسئله که حتما تمام آنچه که وزیری در ذهن میپنداشت حتما این به اصطلاح قابل لمس بوده و کاملا اجرا شده و اون چیزی که وزیری میخواسته حتما 100%ش به اصطلاح اتفاق افتاده، نه. اما این برخورد و تحصیل نوازندگی و تحصیل موسیقی ابوالحسن سبا نزد علی نقی وزیری بدون شک و تردید، بدون هیچ شک و تردیدی، یکی از مهمترین رخدادهای موسیقی معاصر کشور ماست. برای که فردی در کلاس وزیری میشینه
که از نظر نبوغ شاید تفاوتی با وزیری نداره، که آدم یه جایی بالاتر باشه، نمیدونم. این سخت اظهار نظر در موردش که بگیم که آیا نبوغ وزیری بیشتر بود یا نبوغ سبا بیشتر بود، ولی سبا همین اندازه میدونست. ببینید دو چندین نکته در این موضوع وجود داره. اولا سبا تو مقالم من نوشتم سبا میتونست راهی رو انتخاب بکنه که تمام همکلاسی های سابقش به اصطلاح انتخاب کردن. خدمت شما که عرض شود، بذارید که اشاره میکنم، میگن دوربین گوشی من تمیز نیست، بذارید من یک دستکاری کوچیک بکنم، انشالله که بهتر شده باشه. بله بله، خودم هم میبینم ایست که بهتر شده. عرض کنم خدمت شما که اولین نکته‌ای که در مورد استاد سبا وجود داره اینه که سبا اول از همه انقدر تواضع داشته که علی‌رغم اینکه فارغ التحصیل تمام استادان زمان خودش بوده، جویای یادگیری بوده، آتش یادگیری داشته و در این کار تواضع داشته. نگفته من استادم و شاگرد همه اینا بودم دیگه نیاز نداره پیش وزیری برم، همچی حرفی و هیچ وقت سبا نزده و خازانه در کلاس او یاد گرفته. به علاوه فوق العاده باهوش بوده، یعنی بلا فاصله متوجه شده که وزیری چیزی داره. بعضی‌ها خیلی طول میکشه تا متوجه بشن که طرفشون، که طرف مقابلشون که معلمشون هست، مثلا خیلی مطلب داره. از این جهت سبا فوق العاده باهوشه، خیلی باهوش است که زود متوجه این موضوع شده. او در برابر وزیری خاضع هست، او در برابر وزیری و اون پروگرام آموزشی که بهش داده شده فوق العاده به اصطلاح مطیع هست که همشو یاد بگیره. و گواه این موضوع نوشته های خالقیه دیگه. تازه حتی خالقی تا این حد پیش میره، میگه مطالب وزیری اینقدر مشکل بود که اگه سبا در کلاس نبود ما اصلا نمیتونستیم حل کنیم. و اینم خودش خیلی مسئله مهمی هست. بنابراین سبا تمام اون نبوغی رو که ما داریم راجبش صحبت میکنیم در کلاس وزیری در خدمت یادگیری و فراگیری موسیقی در حقیقت قرار داد. و این خیلی مهمه. بنابراین سبا بعد از استاد شدن باز دو مرتبه شاگرد شده. خیلی از موسیقیدان‌ها و نوازندگان این مملکت اصلا حاضر نیستن همچین کاری بکنن. همین الان هم حاضر نیستن همچین کاری بکنن. همین الان هم حاضر نیستن بعد از اینکه دوره ای رو گذروندن برن. این یکی از به نظر من مردم ایران از این جهت در حوزه بحث شناسنامه صوتی خودشون یا موسیقی مدیون سبا هستن، کاملا مدیون سبا هستن. خیلی ها بدونی که حتی ارتباط مستقیم با سبا و موسیقی و غیر ذلک داشته باشن هم با مدیونن، که یک کسی در موسیقی مملکت تا این اندازه باهوش و تا این اندازه متواضع باشد که پس از رسیدن به مقام استادی باز شاگرد بشه. کی میکنه این کارو؟ چه کسی شما میتونید مثال بزنید که واقعا اینقدر تعداد این آدم ها انگوش شمار هست که ما نمیتونیم به این آسونی واقعا 5 نفر 6 نفر آدم اینطوری در موسیقی مملکتمون تا همین الان اسم ببریم که اینا حاضر شدن یه همچی کاری بکنن. و سبا در زمان فراغت از تحصیل، سبا موازی با تحصیل این کارو نکرده، که همونطور که کلاس مثلا حسین خان اسماعیل زاده میرفته، همونطور که کلاس نمیدونم میز عبدالله میرفته، همونطور هم مثلا بره کلاس وزیری، نه اینطور این اتفاق نیفتاده. و همه اینها رو یاد گرفته. به خاطر همین است که خالقی در همون کتاب می‌نویسه که ما میدانستیم سبا استاده، ولی وقتی آمد در مدرسه وزیری ثبت نام کرد فهمیدیم که وزیری چه متاعی داره که سبا حاضر شده بیاد یه همچین کاری رو انجام بده. بنابراین بخشی که در حقیقت آغازگر این رخداد بزرگ هست منش و تربیت سباست. من تو این موضوع شک ندارم. یک بار هم حتی یادم هست که استاد پایورد در نوروز 69 وقتی برای دیداری از کلاس من شیراز آمده بودن،
این جمله رو گفتن. این جمله در مورد استاد سبا هم در این بحثی که الان اینجا مطرح میکنیم به اصطلاح مصداق پیدا میکنه و هم در دیگر بخشایی که به سیره ایشون برمیگرده، به سیر و سلوک سبا برمیگرده، چون سبا عمر زیادی که نکرده، در 53 سالگی فوت شده، متولد 1285 هست و در سال 1336 آذر 1336 فوت شده. عرض کنم که آقای پایور میگفتن که بله ما موسیقیدان خوب داشتیم، داریم و نمیدونم فلان، موسیقیدان با شخصیت خیلی کم داشتیم. من این جمله رو اینجا خیلی راحت میگم چون نقل قول مستقیم هست، خود من حضور داشتم و اگر بخوایم اس ببریم شاید بتونیم از درویش خان رو نام ببریم، استاد سبا رو نام ببریم و احیانا یکی دو نفر دیگه. این عین جمله است که آقای پایور در اون سالها در منزل خود ما به کار بردن و یک واقعیته و به اعتقاد من این برخورد تاریخی سبا و وزیری هم به همین منشأ برمیگرده. منشأش یکیست، سبا متشخص بوده، قد متشخص بوده و به قول معروف تربیت شده بوده که دو تا مسئله رو که خب البته یکیش که هوش و ذکاوتش هست که متوجه شده و دیگری اخلاق و منش تربیتی او در برابر یادگیری سبب شده که او در کلاس به صلاح وزیری بیاد. و در کلاس وزیری ببینیم چه آموخته. ما در کلاس میز عبدالله و حسین خان اسماعیل زاده و علی اکبر شاهی و اینا میتونیم اشاره بکنیم که چه چیزهایی آموخته. خب ردیف رو قطع یقین سبا از میز عبدالله یاد گرفته، کاملترین ردیف موسیقی ما بوده و خب شاگرد او بوده و بعدم شاگرد درویش خان بوده. البته ظاهرا مثل ردیف درویش خان یه مقدار مختصرتره. اصلا اینجا یه بحثی وجود داره که بحث اختصار هست. حالا اگه بخوایم ما همانند سازی بکنیم با ادبیات فارسی، مثلا میگیم که مثلا یک شاعری قصیده سراس مثلا یک مفهوم بسیار عمیقی رو در یک قصیده میگه. خب حالا اگر ادبا در این لایف حضور دارن بهتر از من تعریف قصیده رو میدونن. حالا بعضیا میان مثلا همون مفهوم رو ممکنه در یک غزل بگن، مثلا فرض میکنیم حافظ هست، سعدی هست، این کار رو بکنه، یا یک کسی دیگری میاد همین مفهوم رو در یک رباعی میگه، خیام میشه، یا در دو بیتی میگیم بابا طاهر میشه. و نظایر اینها بحث اختصار در موسیقی ایرانی به نظر میاد که اول بار در ساز درویش خان شنیده میشه، ولی خیلی واضحترش بعدن در مکتب سبا است که حالا باید راجبش صحبت میکنیم. به هر حال سبا تار و ستار که سازهای اصلی مملکت بودن در درجه اول و همطور که قبلا هم اشاره کردم ساز ملی ما تار بوده در اون زمان، خب در مکتب میز عبدالله و درویش خان کار کرده و تو این شکی نیست. و در مکتب حسین خان اسماعیل زاده و به اصطلاح عرض کنم خدمت شما که در مکتب علی اکبر شاهی با تکنیک این سازها و محتوای اجرایی و نحوه بیان به نظر من اصلا با گرامر موسیقی ایرانی در کمانچه و در سنتور آشنا شده. اصلا توی این موضوع که اصلا نمیشه شک کرد. به نظر من این که ردیف ویولون استاد سبا با ردیف سنتورش تفاوت‌هایی داره در بیان و غیر و زاله که بخشش مربوط به اینه، سبا با گرامر و نحوه سیستم جمله بندی در موسیقی ایران و در ساز سنتور و مقایسهش با یک ساز کششی مثل نی یا مثل کمانچه یا مثل ویولون به طور کامل آشنایی داشته، میدونسته باید چه کار بکنه. بنابراین اون چه که تازه میبینیم که مرحوم استاد تهرانی که البته حتما شما نمونه های تصویری اون و یا نمونه های صوتی صحبت های ایشون رو شنیدید، در تمام صحبت های خودش به این مسئله، آقای حاتم عرض سلام دارم خدمت شما، در تمام آنچه که از آقای تهرانی وجود داره همیشه ارجاع میده کار خودش رو به استاد سبا. حتی در یک جایی در کمال تواضع ذکر میکنه که
به اصطلاح هر کسی در مکتب من ساز میزنه در معنا در مکتب استاد سبا داره ساز میزنه. ببینید تا این حد تمام اینهایی که به نوعی به اصطلاح گرد سبا بودن خلاصه ازش یاد گرفتن، اینها مطالبی بودی که بالاخره سبا یاد گرفت. اما در کلاس وزیری او علم موسیقی رو میآموزه. بنده هم ارادت دارم آقای حاتم، خیلی خوشحالم که تشریف دارید در لایو. عرض کنم خدمت شما که در علم موسیقی و اونچه که ما در مورد استاد وزیری گفتیم که دیکته موسیقی است و سرایش و نوت‌خوانی و غیره و غیره، اینا همه مباحثی بوده که سبا در کلاس خودش یاد گرفته و خدمت شما که عرض شود. به همین جهت ما میبینیم که در حقیقت به نوعی کلاس وزیری برای او نوعی تحصیلات تکمیلیه، حداقل در زمان خودش، حداقل در زمان خودش یک نوع تحصیلات تکمیلی است. خیلی ممنون آقای محسن از اینکه وقت رو به من اعلان میکنید. از آقای مهندس تبریزی هم خیلی تشکر میکنم که در لایف حضور دارن و عرض ارادت خودم رو خدمتشون اعلان میکنم. عرض کنم که این تحصیلات تکمیلی سبا در مکتب وزیری سبب ساز خیلی تفکرات جدیدی میشه. ببینید ما در پیش از حضور وزیری و تفکر او، خب با یک ساختاری در حوزه موسیقی ایرانی آشنایی داریم که رنگ و پیش درآمد و چهار مزراب و فلان و فلان گوشه ها رو بزنن و اینها. و بعد که وزیری هم میاد، خب بحث موسیقی توصیفی مطرح میشه و به اصطلاح و موسیقی توصیفی در موسیقی کشور ما یه خورده جا پیدا میکنه که ما جلسه پیشم راجبش صحبت کردیم و سبا هم این مسئله رو میفهمه. یکی از مهمترین تأثیراتی که به اعتقاد من وزیری بر روی سبا گذاشته همین موضوع هست، یعنی سبا هم جز همون دسته افرادی است که تحت تأثیر تفکر آقای وزیری به موسیقی توصیفی گرایش پیدا کرده، مخصوصا قطعاتی که در کتاب سوم ویولونش هست این مسئله رو تایید میکنه. قطعاتی مثل زرد ملیجه، کوهستانی، کاروان و نظایر اینها، اینا همه قطعاتی هستن که بوی به اصطلاح موسیقی توصیفی رو میدن. و همطور که قبلا هم اشاره کردم در کشور ما و در موسیقی مملکت ما موسیقی توصیفی خیلی جایگاه جدی نداشت. معمولا مثلا یه استادی قطعه میساخت، مثلا میگو پیش درآمد بیات ترک، میگم رنگ بیات ترک به نظر اینها و به همین ترتیب. البته همطور که قبلا هم اشاره کردم وزیری وقتی که مدرسه خودش رو راه اندازی میکنه، افرادی که وارد مدرسه میشن اگر که سازشون ویولون بوده، وزیری صراحتا بهشون گفته بوده که این ویولون فایده نداره و شما به شیوه کمانچه میزنید. ولی خودش هیچ وقت فرصت پیدا نمیکنه که این مکتب رو پای ریزی بکنه. اما تأثیر تفکر وزیر بر روی سبا که در آموزش های همون مدرسه در حقیقت مستتر هست، سبب ساز این میشه که بعدها که سبا از اون مدرسه به قول معروف فارغ التحصیل میشه، مکتب ویولون رو پای گذاری میکنه، که این هم خودش یک رخ داده. ببینید ما در جلسه گذشته یک چیزی رو در مورد وزیری گفتیم وزیری به تنهایی خودش چند تا رخداد رو در مملکت ما رقم زد در فضای موسیقی، اما سبا هم همین کار کرد. یکی از دستاوردهای تفکر وزیری و تأثیرش بر روی استاد ابوالحسن سبا پایگذاری مکتب ویولونه. یعنی اگر اونطور این تفکر و یا این گفته به یه آدمی مثل سبا داده نمی شد، اصلا ما چیزی به نام مکتب ویولون به نظر من نداشتیم. اگرچه که ببینید ما وقتی کتابای هنرستان رو مورد تجزیه و تحلیل قرار میدیم، روح الله خالقی که یکی دیگر از به اعتقاد من سرسپردگان وزیری هست،
در جلد دوم کتاب ویولون از تقریبا نیمه های کتاب به بعد اصلا نوشته که از اینجا به بعد رو بهتره که از ردیف هنرمند ارجمند استاد ابوالحسن سبا استفاده کنه و مثلا ردیف رو از اینجا شروع بکنه شاگرد، تا این حد پیش میره. یعنی خود همونها هم میدونستن که این کاری که سبا انجام داده کار بسیار مهمه. خیلی محترم بودن، خیلی محترم بودن که میتونستن انقدر منصفانه در مورد همکلاسی های خودشون صحبت بکنن. ادعای واهی نکردن، اگرچه که بعضی ها واقعا باید ادعا میکردن در مورد کاری که انجام دادن، ولی خیلی محترمانه برخورد کردن، خیلی با انصاف رفتار کردن. به نظر من همه اونهایی که در همون سری 20 نفره اول در کلاس مکتب وزیری شرکت کردن، همشون به این موضوع تقریبا اذعان داشتن که سبا در حقیقت به نوعی تافته جدا بافته اون مجموعه هست. و به خاطر همینه که اون جمله رو هم که قبلا بهش اشاره کردم که آقای خالقی در کتابشون گفتن که اگه سبا نبود ما تمرینات وزیری نمیتونستیم حل بکنیم، اینقدر صریح و واضح گفتن. یعنی با بیان این جمله هوش سبا رو در برابر کل کلاس قرار دادن. اینم یکی از نکات بسیار مهمه، اینم یکی از نکات فوق العاده مهمه که در حقیقت در مورد هوش سبا اظهار نظر شده و باید بهش توجه کرد. پس سبا در عین اون بحث آموزش ها و غیره که در مورد میرزا عبدالله و همه استادای قدیمی صحبت کردیم و بعدم اشاره کردیم که همه اینا رو خوب فهمیده، که همونها هم خودش یکی از به اصطلاح مهمترین فاکتورهای نشوندنده هوش سبا هست در آموزش قدیم موسیقی. اینجا هم که یک بار دیگر هوش سبا به چالش، در حقیقت نمیتونیم بگیم چالش، به محک در حقیقت قرار داده میشه، میبینیم که سبا به خوبی از عهده برمیاد، تا جایی که همه همکلاسیان خودش هم این موضوع رو اذعان دادن. خالقی هم اینو تایید میکنه و مینویسه. بنابراین تمام اون چیزی که جز سیلابس های آموزشی استاد سباست به اصطلاح او یاد میده. این جالبه، این نکته که ما اشاره بهش کردیم که بله در مرحله استادی باز شاگرد میشه. بذارین اینجا من این خاطره رو هم که خودم شخصا در حضور مرحوم مهندس همایون خرم بودم در مورد استاد سبا گفتن اینجا بگم. یعنی سبا خصلتاً اهل یادگیری بوده. آقای مهندس همایون خرم رحمت الله علیه در سخنرانی که فکر کنم سال 76 بود، من ایشون دعوت کرده بودم برای بزرگش استاد سبا، یه جمله خیلی جالبی در مورد سبا میگه. میگه که این واژه که میگن زگهوار تاگور دانش بجوی، سبا عملا بهش رفتار کرد، عمل کرد و تا یک روز پیش از درگذشت سر تمرین ارکستر میامده، داشته رهبری ارکستر یاد میگرفته. چیزی از پایان عمرش که خب نمونده بوده دیگه، یک دو روز بعدش اصلا ایشون فوت میکنه. یعنی ایشون وقتی رهبری ارکستر سبا رو بهش در اداره فرهنگ و هنر اون زمان میدن، دیگه 51 سالش گذرونده بوده و میگه تا پایان عمر این مرد یاد گرفته. این جزء خصائصش بوده. هیچ تعجب آور نیست البته این موضوع، هیچ تعجب آور نیست که اگر یک کسی سر کلاس حاجی خان عین الدوله بوده و نمیدونم حسین خان اسماعیل زاده رو دیده و غیره و غیره و غیره، بعدم پاشه بعد از استاد شدن بره دو مرتبه شاگرد بشه و همینطور اینو ادامه بده تا پایان عمرش، این یه موجود عادی نمیتونه باشه، این یه فرد عادی نیست. اصلا یک همچین به اصطلاح وجودی در مکتب وزیری در واقع میتونه همچین ثمره‌ای باشه؟ غیر از این اصلا امکان نداره. خیلی ها سر کلاس های این و اون میرفتن، به قول آقای پایور میگفتن که خیلی ها سر کلاس این استاد و اون استاد میرفتن ولی خبری نشد. تازه داره با نسل خودش مقایسه میکنه.
بس همیشه در نسل‌های گذشته هم بوده، نه تنها امروز بوده، در گذشته هم ما یه همچین چیزهایی رو می‌دیدیم. ولی وقتی که یک شخصی مثل سبا با اون نبوغی ما داریم راجبش صحبت میکنیم، هوش و ذکاوت و غیره و غیره و غیره، انقدر منش داره در برابر یادگیری و در برابر یادگیری خاضع هست و در برابر یادگیری مطیع هست، میخواد یاد بگیره، به نظر من این بخش از وجود استاد سبا رو در حقیقت باید با عشق و نظایر اینها جستجو کرد. سبا برای گرفتن مدرک به مکتب استادا نرفته، چه امروز نیست که افراد نمیدونم مثلا برای هنرستان برای که دیپلم موسیقی بشن، برای که لیسانس موسیقی بشن، نمیدونم فوق لیسانس بگیرن. حالا اصلا خب ببینید همه اینها یه کارکرد داره دیگه. اگه کارکردش در جامعه وجود نداشته باشه واقعا کاغذ چه ارزشی داره؟ اونا که این آقایونی که ما داریم اسم میبریم وزیری و فلان و فلان و فلان که نمیخواستن به استاد سبا مدرکی بدن، برای کاغذ که نیامده بوده اونجا، فقط به خاطر عشق بسیار زیاد بوده. خیلی از افراد در مورد این بخش از شخصیت سبا نوشتن، یعنی یه جوری سبا در جامعه موسیقی رفتار کرده که تمام اونهایی که رفتارشناسی سبا رو مورد تجزیه تحلیل قرار دادن واژه عشق رو نتونستن ازش حذف بکنن. خیلی عاشق بوده در موسیقی که این کار رو کرده، آسیب‌های زیادی هم البته دیده، خیلی آسیب دیده، اصلا عمر کوتاهش به خاطر آسیباش واقعا که در 53 سالگی از بین بره. ولی در هر سال نکات متعددی هست، من البته شاید برخیش رو بنا به دلایلی نخوام در لایو بگم، من چون شاهد گفتمان‌های حضوری بودم با برخی از استادان که ممکنه به اصطلاح آوتلاین اونها رو بگم، ولی خیلی جالبه بدونید، فقط در حد همین یک جمله بدونید، سبا در همین عمر 53 ساله از زمانی که دیگه به هر حال وارد موسیقی میشه و یادگیری و بعدم به گلدهی به قول معروف میرسه، خیلی جهام در تنگناهای اقتصادی قرار میگیره، ولی سبا کماکان سباست و این خیلی مهمه. این خیلی مهم هست که سبا حتی در این شرایط هم به اصطلاح شخصیت خودش رو حفظ میکنه. به خاطر همین هست که آقای پایور در اون صحبت میگن که ما اگه بخوایم از موسیقیدان‌های متشخص مملکت نام ببریم، نمیدونم سبا و درویش خان احیانا یک دو تای دیگه، یکی از دلایلش هم به اصطلاح، خیلی ممنون آقای محسن که با ساعت رو به من اعلام میکنید، عرض کنم خدمت شما که بنابراین تمام این مقدمه رو که ما راجع به استاد سبا و تحصیلش، واکنشش در برابر دانش جدید که اون موقع وزیری آنچه که به اینها درس میداد دانش جدید بوده دیگه به هر حال در سالهای 1303 و از این دست، همه اینها نشون دهنده یک بخش فطری است که رفتارشناسانی که در مورد سبات کار کردن و تحقیق کردن اون رو با واژه عشق به اصطلاح توجیه کردن و من یه بخشش رو به تربیت فردی و خانوادگی سبات منتسب میدونم که تا این حد متواضع هم بوده. البته خب خانواده ای که از ابتدا با شعر و موسیقی و غیر و ذالک، اونم به بخش در حقیقت با اصالت اون مربوط هست، احتمال اینکه یه آدمی مثل سبا درش وجود داشته باشه خب خیلی زیاد هست. اینم این رو هم ما باید در نظر بگیریم. به هر حال همه اینها بخشی از سیر و سلوک آموزشی سباست. اینها اونی رو تشکیل میده که ما در موردش میتونیم بگیم که باعث رشد و بالندگی و دانش بسیار زیاد سبا در موسیقی ایران میشه. یعنی در حقیقت یک دید بسیار عمیق و بصیرت کافی، اصلا باید واژه بصیرت براش به کار برد. من نمیگم فقط رفته یه ردیف زده، خیلی ها ردیف میزنن و چیزی نمیفهمن،
و یه بخش دیگری که وجود داره این است که چون ماهیت هنر به طور کلی بر اساس خلاقیت هست و خلاقیت نقش اساسی رو در آنچه که به ما به عنوان تأثیر بر روی جامعه چه در نسل خودش و چه در نسل‌های آینده میتونیم ازش یاد بکنیم، سبا اون رو هم داشته. یعنی ما الان اینجا راجع به بحث خلاقیتش نمیخوایم صحبت بکنیم، ولی میخوام بگم که کسی که این همه میآموزه، این آموخته ها در ذهن یه همچین فردی در نهایت در خدمت خلاقیتش قرار میگیرن، در خدمت خلاقیتش قرار میگیرن و باعث میشن که آثاری رو به موسیقی ما هدیه بکنه، یعنی آثاری جزء ادبیات ماندگار موسیقی کشور ما هست که ما نمیتونیم به این آسونی ما از کنارش عبور بکنیم، هر کدوم به یک شکل زیبا. اگر بخوایم از بعد زیبایی شناسی بهش نگاه بکنیم و ساختار جمله بندی آثار سبا رو بسا درک بکنیم، متوجه میشیم که کاملا ریشه در اصالت ردیف کلاسیک موسیقی ایرانی داشته. از این جهت ساخته های سبا و ساخته های وزیری تفاوت دارند. ساخته های وزیری تحت تأثیر تفکراتی هستند که حالا بعضی ها اونا رو میگن تفکرات غربی. من اعتقادم این نیست که تفکرات وزیری غربی بوده، او میخواسته در فضای تجدد اون روزگار یک چیزی درست بکنه که با گذشتگان متفاوت باشه. در حقیقت به نظر من وزیری همچین چیزی رو در نظر داشته. حالا اینکه تا چه حد موفق بوده و آیا چند درصد موفق بوده، یک بخش هایش کاملا نافذه، هنوز هم نافذه، یه بخشایش هم نه، اصلا به نظر من نفوذ نداره. یعنی شما ممکنه خیلی از آثار وزیری هم اگر امروز برای شما با بهترین شکل اجرا بکنن شاید خیلی هم استقبال هم نکنید، بعد خیلی مثلا اهل موسیقی باشید تا مثلا دقت بکنید ببینید چجوری است. شاید هم به نحوی به نظر من آثار وزیری از یک بود به خواص تعلق بیشتری پیدا میکنه. اما در مورد آثار سبا به دلیل اینکه کاملا ریشه در متریال اصلی موسیقی ایرانی داره، هر کسی که آثار سبا، حتی آثاری که مشهور هم نباشن، در حد آثار مشهورش مثل زرد ملیجه و کاروان و غیر و ذلک نباشن، باز احساس، به قول مرحوم دکتر برکشتی میگفت، احساس ایرانی دارد. احساس ایرانی، یعنی وقتی که آقای برکشلی آمد در مورد به اصطلاح واخونهای چهار مضراب های ویولون سبا اظهار نظر کرد، گفتش که با احساس ایرانی در حقیقت به اصطلاح نوشته شده، ساخته شده. مثلا وقتی که شما مثلا سگاه سی کرون اجرا میکنید، مثلا با سول اون رو هم صدا میکنید. برای بچه های سنتور، اونایی که لا کرون اجرا میکنن، با فا هم صدا میکنن. یا اگر چپ کوک مثلا اجرا میشه، فا سوری رو مثلا با ر مثلا هم صدا میکنه. این همونی است که آقای برکشلی میگه وقتی این دو تا صدا رو با هم میشنوید، این احساس ایرانی به ما میده. یعنی هر کسی بشنوه فورا میگه که این قطعه حالا هر چی هست ایرانیه، به هر حال ایرانی هستش کاملا. خب این موضوع یعنی دانش سبا از ردیف حالا میاد در کنار یک ذوق بسیار خلاق قرار میگیره که تمام این داشته ها هست. البته تأثیرات وزیری هم هست. تأثیرات وزیری اینجا داره به یک شکل دیگری خودش رو نشون میده. من در جلسه گذشته در مورد نوازندگی علی نقی وزیری صحبت کردم، گفتم اصلا نوازندگیش با نوازندگی رایج زمان خودش خیلی فاصله داشته، خیلی سخت بوده، هنوزم سخته، همزم مشکله. بقدر همین روزام خیلی ها نمیان این آثار رو بزنن، یعنی تمیز نمیتونن اجرا بکنن یا اصلا سراغش نمیان. خیلی ها تا پایان عمر نوازندگی سراغش نمیان، بلکه باید خیلی دقت بکنن تا بزنن. سبا
دقیقاً این خصیصه رو مخصوصاً در مکتب ویولون خودش به کار میگیره. آقای پایور در بزرگداشت سبا که در سال 1771 من ایشون دعوت کرده بودم شیراز، البته تا یک اشاره که به سنتور میکنن بیشتر اشاره ایشون به ویولونه. به نظر من یکی از افرادی که مکتب ویولون استاد سبا رو خیلی خوب درک کردن، علارغم که ساز تخصصیشون هم اصلا نبوده، خود آقای پایور بودن. میگه که ویولون ساز رد اول مکتب سبا بوده. البته در ادامه ایشون جمله ای رو هم میگه که سبا در ستار و ویولون انقدر متبحر بود که برای خیلی از استادا وضوح نداشت که کدومشو بهتر میزنه. خب ما از استاد سبا یک ردیف تار ستار داریم که فقط همایون و ماهور توش هست، و ولی در مورد ویولونش خب ست کتاب هست و نوت‌های پراکنده هم در مجله موزیک ایران تحت عنوان ردیف چهارم نوشته. ببینید در قسمت نوازندگی ویولون استاد سبا، این که میگم یه مقداری تحت تاثیر وزیری هست، یعنی اون نگاهی که وزیری به نوازندگی در موسیقی ایرانی داشته سبا هم داره، سبا هم کاملا داره. به نظر من از این جهت سبا کاملا تحت تاثیر سبا وزیری هستش. به تکنیک فکر میکنه، به تکنیک فکر میکنه و به اصطلاح تصورش این است که باید نوازندگی ایرانی از این جهت دگرگون بشه. به من اعلام کردن که 10 دقیقه از لایو مونده، ترجیح میدم که اگر سوالی وجود داشته باشه که مثل جلسه قبل یه مقدار با عجله ما لایو رو ترک نکنیم، در حقیقت اگر سوالی تو این زمینه استاد سبا تا همین مباحثی که همین جا گفتیم وجود داره به شکل کامنت بنویسن، من در خدمت عزیزان هستم که بتونیم در حقیقت سوالات رو هم جواب داده باشیم. منتظر هستم که دوستانی که سوالی در این زمینه دارن بنویسن تا من حالا این واژه که بالاخره اینم از شانس سوال کردن که مثلا نمیدونم به هر حال افرادی بودن که پیامبرگونه در حقیقت در موسیقی باعث رشد موسیقی ایران شدن. بله عرض کنم که دو تا سوال اینجا آمده، حالا من اشاره میکنم. این شانس موسیقی ما بوده که آدمایی مثل وزیری و سبا وجود داشتن. ببینید شرایط مملکت ما در اون دوره اینطور نبودی که هر صدی سبایی پیدا بشه، هر صدی وزیری پیدا بشه. مردم درگیر مسائل معیشتی، مسائل اجتماعی، اقتصادی و خیلی مسائل درمانی، بهداشت، درمان و نظاری اینا بودن که یفه چطور به آدم های اینطوری پیدا میشن خیلی واقعا سخت. اما درمانی که ویولون پیش از سبا چطور نواخته میشه دقیقا به شیوه کمانچه دیگه، از نظر به اصطلاح آرشه گذاری همینطور بوده. به اضافه من سوال بعدی ببینم. ببینید موسیقی مردمی که مورد سوال دوست عزیز ما هست، این نوع موسیقی ها در تمام فرهنگ های حالا این واژه فولکلور رو نخواهیم به کار ببریم، همون فرهنگ های مردمی وجود داشته، دقت میکنید، و به اصطلاح اونها هم این موسیقی ها رو حتما میشنیدن. حتی سبا یه چیزایی هم ساخته تو این زمینه، البته بعضی ها به عنوان عیب بر سبا نگاه کردن این موضوع رو ها. اما در هر صورت به طور کلی این موسیقی های مردمی یا نمیدونم حالا مطربی بگیم یا عامه پسند بگیم، هر واژه‌ای که شما میخواین به کار ببرین، در زمان استاد سبا هم بوده. ما در ابتدای صحبت خودمون هم در حقیقت به این موضوع اشاره کردیم. اما در هر صورت راه اینها راه موسیقی کلاسیک ایران بوده، چون اینا میدیدن که اگر این کار نکنن موسیقی کلاسیک ایران اصلا از بین میره. یعنی اصل مطلب درست مثل این است که مثلا شما ادبیات کلاسیک دارین، یا ادبیات هم محاوره‌ای دارین،
اون کسی که ادیب هست تلاش میکنه که ادبیات کلاسیک به هر حال باقی بمونه، چون برای نسل‌های آینده سند ماست دیگه، سند ادبی ما هست که تلاش کردن. سبا هم همین کارو کرده. و حالا من بعد اینجا اشاره بکنم یه جاهایی واقعا از زیر صفر شروع کرده، از زیر صفر شروع کرده. یکی از دوستان شما میگن شعر میخونه، من اهلیت ادبی ندارم، اگر نه اهلیت ادبی داشتم شعرم میخوندم. بعد عرض کنم خدمت شما که ولی اونها این مسیر رو انتخاب کردن. خانم کریمی سوالتون رو من ندیدم، اگه ممکنه سوالتون یه دفعه دیگه بنویسید یا دو مرتبه تکرارش بکنید، چون افراد دیگری وارد لایو شدن این کامنت ها حرکت میکنه، من متوجه سوال شما نشدم. ولی در مورد این موسیقی مردمی، بله بوده در اون زمان و رایج هم بوده، خیلی هم رایج بوده، همونطور که امروز رایجه، همونطور که امروز رایجه و پیش از سبا و اینا هم رایج بوده دیگه، اشاره قبلا هم کرده بودیم. بله. و اگر سوال دیگری هست بفرمایید که من آقای محزون هم من راهنمایی بکنن که چند دقیقه برای لایو باقی مونده که ما بتونیم مدیریتش بکنیم. خب مثل این که سوال دیگری نیست، اگر که آها بله آن سوال نوشتن فارغ از تاثیر سبا بر نسل‌های بعد، آیا سبا بر نسل‌های بله بر نسل‌های خودش خیلی تاثیر گذاشته، بر نسل‌های خودش خیلی به اصطلاح تاثیر گذاشته. ببینید سبا شهرآشوب عصر خودش بوده، از همه بهتر بوده، همه افرادی که در عصر او هستن این موضوع رو میدونستن، این ماجرا رو میدونستن. حالا البته داریم در تاریخ که مثلا حدود مثلا بعضی از افراد مثلا حبیب سمایی خود رفتارهای منفعل هم داشتن، حالا من راجع به حبیب هم صحبت میکنم، ولی بر نسل‌های خودش هم تأثیر بشه. به نظر من توی شیوه آهنگسازی خیر، یعنی نتونستن مثلش بسازن حقیقتش. یعنی کیا هم نسلش بودن؟ ابراهیم منصوری بوده، رضا محجوبی بوده، خود سبا بوده و نظر اینا، اینا نتونستن مثل سبا بسازن، واقعا نتونستن بسازن. آثار خوبی ساختن ها، ولی نتونستن هیچ وقت. بیشتر به نظر من تحت تاثیر گذشتگان نسل پیش از سبا هستن. والا در 1319 تا جایی که اطلاع دارم وزیری و استاد سبا و علی اکبر شهنازی و حبیب سمایی به رادیو دعوت میشن برای به اصطلاح اجرای موسیقی، تا جایی که یادم میاد اینا بودن. افراد دیگر تو نسل‌های بعدی مخصوصا برای برنامه‌های گل‌ها در سال، البته سبا در 1335 و اینام در برنامه گلها بوده ها، ولی بعدن یعنی فاصله بین 1119 تا 1135 که برنامه گلها شروع میشه، همین افراد بیشتر در رادیو شرکت میکردن. خب من خداحافظی میکنم از همه عزیزانی که در لایف هستن، انشاءالله که مطالب قابل استفاده باشه. ما ادامه مطلب استاد سبا رو در جلسه بعدی انشاءالله در خدمتون خواهیم بود. خیلی متشکرم، شب خوبی داشته باشید.